چرا دوستم نداری، چرا دوستم نداری، از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی، جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی. بله همه چیز خوب است، شما هیچ تشویش نداشته باشین. اگر تاوان تیکت هر مشتری را ما از جیب خود بتیم، شرکت ورشکست میشه. اگه خشونت رای حل می بود باز، شاید که وطن ما جور می شد. هیچ تو گپ نمی فهمی. با تو چی غرض که ما فکر می کنم؟ چرت می زنم یا هر کاری که می کنم؟ تو فقط در کار خود کار داشته باش، فهمیدی؟ چی گپ است؟ چرا گریان میکنی دختره؟ مادر، گناه ما چی است؟ او چرا قسم همراه ما رفتار میکنه؟ ای، کلش سایی سیای او خدا شرمانده است که پشت بچه ما را ایلانه میده. تو گپای امیده به دل نگی دخترم. با امید یکم وقت به تعتابتان او را فراموش کنه. ما سر تو باور دارم دخترم. تو میتونی شادی های امیده، شادی های ای خانه را باز پس بیاری. من تو احساس میکنم که امید هنوزم او را دوست داره. تا حالا نتونسته او را از دل خود بیرون کنه. هر وقت و هر جایی که باشه فکر و حواسش همراهش نیست. از روزی که آمدیم یک روزم همراه ما لطف خوش نداشته. من میترسم او دختر باز در زندگیش نیایه. باز من چی خواب کردم مادر جان؟ اگه ای تو شوه من میمورم. من تحملی ایره ندارم. آرام باش، آرام باش دخترم، من سرت باور دارم. تو اینقدر مهربان و دوست داشتنی هستی که امید تو را هیچ وقت رها نخواد کرد. امید آدم بد نیست. فقط یک بار اتفاقات گذشته را فراموش کنه. باز بی بی شب و روز در گرد گردت میچرخه. ما او را خوب میشناسم. تو هیچ تشویش نکو جان مادر. ما هم رایت هستم. همه چیز خوب میشه. بگو تو دل دارم چرا دوستم نداری، بگو دل آزارم چرا دوستم نداری، بگو تو دل دارم چرا دوستم نداری، بگو دل آزارم چرا دوستم نداری، چرا دوستم نداری، چرا دوستم نداری. اولادا، جمعه خانه یکدام برده بودن، رفتیم آوردیمش. مگم به خاطر چی؟ بچه جمعه خان میخواه رپر شوه. سر امی جمعه خان اصابش بسیار خراب شده بود. میگیره بچه خودم میزنه. تای پک کستش میده میده میکنه.
سر و صدایش هم سایه ها میشنوه. پلیس زنگ میزنه. پلیس ها میایه بچه را میگیره خانه امن میبره. خوب شد که زنش نزده بود. اگر او را میپردن. راستی بچیم، میگم امروز یکم وقتر خانه بیا. عروس ما چکر ببر. خو ای بیچاره کل روز ده خانه دق میاره. با تو هر دفعه میگم، میگی خو باشه. دوباره یادت میره. خودت هم تمام روز ده خانه هستی. وقتی که خودت دق نمیاری، پس هیچ رو دق میاره. بچه مادرت راست میگه. تو باید بر عروس ما وقت بکشی. او را بیایی ببری، یکان چکر ای طرف و طرف ببری. ایگه باید خودت بفهمی. دخترم امروز خدا مادکو شوهرت میاد تو را بچه کر میبره. درست است؟ درست است. بیا. حالی برد یک چشمی کشم. آسی اومد. اینه یک حرکت که برو دیگه. آسیز. حالا اونو بچه چی کدی او بیادر؟ صبر کو. چی کدی بیادر ولی آزا خدا این نوبت ما بود دیگه. اینه ما تو سعیز دیگه سعی حرکت کدیم. اگه بی نوبتی نمی کدیم من برنده می شدم بچه. بگی دیگه. اینه ما تو سعیز دیگه سعی حرکت کدیم. حالا دیگه نوبت هم هست. اینی جمعی ما. آفرین. بیا تو کار چی بیادبی است؟ دلت که بیادبی میگی یا چیز دیگه؟ از قدیم گفتن در عشق و جنگ هر چیز رواست. اما تو نیست بچه ها؟ اما تو راست بابه. فکر کنم مشکل شنوایی داری. یک دفعه برات گفتم من زن شوهردار هستم و بعد آدمایی مثل تو هیچ دلچسبی ندارم. حالا دیگه از پیش روی ما او طرف شو و دیگه قواریتم برای من نشان نده. شوهرت ایلابته، ایام به خوبی شوهرت است، هم به خوبی خودت دختر جان. تو مرا نمیشناسی، من چیزی که خوش داشته باشم به هر قیمتی که باشه به دست میارمش. چطیاتت از زیاد شنیدم. حالا دیگه دست مرا ایلابته اگنه. اگنه چی؟ چرا نانه تا نمیخوری؟ من اشتیا ندارم. تو با فکر آرام نانه تا بخور. او را زیاد دوست داشتی؟
امروز به حیث خانمت نی، به حیث یک دوستت ازت پرسان میکنم. اگر ما و تو زن و شوهر بودن میتونیم، دوست خوب خوب بودن میتونیم نی؟ تو چی میخوای؟ با این گپایت میخوای چی را ثابت کنی؟ بی بی، در زندگی ما با تو هیچ جایی نیست، نه به حیث همسر، نه به حیث دوست. فهمیدی؟ حالا تیز از نان تا بخو، بخسک از اینجا بره. ما او را زیاد دوست داشتم. از جانمم کده او را زیاد دوست داشتم. اینقدر دوستش داشتم. اگه جانم میخواست بدون سوال جواب فدایش میکدم. او بر من میگفت که تو زندگیم هستی. اولین و آخرین عشقم هستی. بعد از یک مدت آشنایی ما تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم و نامزاد شویم. میفهمی؟ یکی از روزها وقتی او را همراه کسی دیگه دیدم که ششته و خوشگذرانی میکنم. باورم نمیشد. اصلا با چشمای خودم باورم نمیشد. حیران ماندم که چی کنم. هیچ نمیفهمیدم. یگانه کاری که امو لحظه کده تانستمی بود که بر همهش همراهش خدافزی کدم. ولی او را هیچ وقت فراموش کده نتانستم. معذرت میخوام. من نمیخواستم تو را جیگرخون بسازم. فکر میکنم اگر بیرون بریم کم هوای تازه بگیریم خوب میشه. حالا چی احساس میکنی؟ هیچ. چی باید احساس کنم؟ نه منظورم وقت آدم گپ دل خدا قصه میکنه باز کم راحت میشه، احساس خوب برش پیدا میشه. شاید کمه، اما ای به این معنی نیست که من پیشنهاد دوستی تو را قبول کرده باشم. مشکل نیست. بیازو من نمیخوایم دوستت باشم. من میخوایم به هر حال یک سوال دیگه ازت دارم. اگه مرا نمیخواستی پس چرا پشتم خواستگار روان کردی؟ بعد از اینکه من از شبنم جدا شدم
پدرم برام دو انتخاب ما، یا دختر کاکای مرزیه را انتخاب میکدم یا تو را. مرزیه دختر خوبی است، ولی من امروی از او خورد کلان شدم و نمیدانم را شریک زندگیم بسازم. از این خاطر من تو را انتخاب کردم. فهمیدم، مرا از مجبوری انتخاب کردی. نه، من این گپ نگفتم. خیر، بازم امروز واقعا یک روز بسیار خوب بود، به ما بسیار خوش گذشت. به تو چطور؟ ببین از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی، جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی، جفا کردی.